با سلام خدمت شما دوستان عزیز، یک کشاورز سختی های زیادی رو متحمل میشه تا بخواد یک محصولی رو تولید کنه و نهایتا اون محصول به وسیله واسطه ها به دست مصرف کننده نهایی میرسه. در برخی از موارد هم تعداد واسطه ها به میزان معناداری افزایش پیدا میکنه. طبق گزارش تصویری که ما سال گذشته داشتیم، درباره یک محصول کشاورزی فقط 3 دست واسطه رو اون محصول در میدان میوه و تربار در تهران تجربه کرد که باعث افزایش بسیار شدید قیمت در اون محصول شد، در صورتی که در همان زمان اون کشاورز مربوطه قصد کنار گذاشتن اون حوزه رو داشت، چرا که از سوددهی کافی برخوردار نبود. و علت این موضوع این هست که کشاورز دیده نمیشه و متاسفانه ما این موضوع باعث میشه که کشاورزهای ما همیشه تحت شعاع تصمیم همین واسطه ها بخوان باشن و بسیار شکنندگی کارشون زیاد میشه و از طرفی هم ثبات کارشون زیر سوال میره و همین موضوع باعث میشه که خیلی از حوزه‌های کشاورزی طی سال‌های اخیر از ثبات خوبی برخوردار نبودن. ثبات همونطور که می‌دونید یکی از فاکتورهای بسیار مهمیه که در ما در ویدیوهامون بهش اشاره می‌کنیم، اما این موضوع رو نهایتاً کسی باید به عهده بگیره تا بخواد این موضوع سیستم رو اصلاح کنه که کشاورزهای ما دیده بشن. نهایتاً جمع‌بندی تیم تحقیقات مینی‌سالون بر این شد که ما بخوایم مسیر رو شروع کنیم تا کاری کنیم که کشاورزهای ما به چشم بیان و دیده بشن و خریدها بخواد به صورت مستقیم از کشاورزها صورت بگیره. جهت این کار برنامه‌ای که پیش رو داریم این هست که روستا به روستای کشور رو بخوایم پایش کنیم، اطلاعات کشاورزها و تولیداتشون و حتی جاذبه‌ها و سایر زیرساخت‌هایی که کشاورزها و روستایی‌ها میتونن ازش بهره مند بشن رو بخوایم ثبت کنیم تا یک دایرکتوری بزرگ از اطلاعاتشون رو داشته باشیم و این فضا و این اطلاعات به صورت یک شبکه اجتماعی هم باشه که افراد و تمام مصرف کننده و تولید کننده بخوان در اونجا با هم در ارتباط باشن. و یکی از خروجی های مورد نظر ما در این سیستم هم این هست که خرید گروهی رو بخوایم در این فضا جا بندازیم. یعنی در نظر بگیرید در یک روستایی افراد به پرورش سیب زمینی میپردازن و در روستای دیگه کاشت برنج رو دارن، افراد در این روستا بخوان به شکل گروهی برنج خودشون رو خرید کنن که در این طبیعتاً با قیمت پایین‌تری برنج مصرفی خودشون رو خریداری میکنن و به همین ترتیب محصولات تولیدی اونها هم به شکل گروهی توسط گروه دیگه‌ای که در روستای دیگه‌ای هستن خریداری میشه و این موضوع باعث میشه که هم مصرف کننده نهایی با قیمت بسیار پایین‌تری محصولش رو بخره و هم کشاورزها خاطرشون جمع باشه که داره محصول خودشون رو به قیمت خوبی به مصرف کننده نهایی میفروشن. این سیستم قبلا تحت عنوان تعاون روستایی سالها پیش شکل گرفت، اما متأسفانه یک سیستم دارای باگ‌ها و ایراداتی بود که همون موضوع باعث شد که نتونه خیلی پا بگیره و موفق باشه. اما با مهندسی مجدد همون سیستم‌ها و با افزودن برخی از فاکتورها میشه کاری کرد که همون سیستم بخواد کمک شایانی به کشاورزها و زندگی روستایی کنه، به طوری که اونقدر زندگی روستایی داره توجیه بشه که خیلی از افراد از شهر بخوان به روستا برگردن به خاطر مزیت‌های رقابتی که اون روستا میتونه داشته باشه. طبق ارتباطی که برخی از کاربران سایت و کانالمون با همون دارن از سایر کشورها، از کشورهایی که در کشاورزی توسعه یافته هستن، اعلام میکنن که زندگی در روستا برای اونها بسیار زندگی با کیفیت بالاتری در مقایسه با شهرها هست، اون هم در کشورهای توسعه یافته که کشاورزیشون بسیار پیشرفته هست، که ما امید داریم که با چنین برنامه‌ریزی بخوان امکان رو فراهم کنیم که کشاورزی ما بخواد از سوددهی خوبی برخوردار باشه و کشاورزها بخوان با دسترسی به دانش روز در این شبکه و بهره‌گیری از جدیدترین اطلاعات روز و جدیدترین تحقیقات بخوان از کشاورزی خودشون حتی اکثر بهره‌وری داشته باشن. ولی طبیعتاً اجرای این پروژه در وسط ما زمان بسیار زیادی میخواد، هزینه‌های بسیار زیادی به دنبال داره و از طرفی نشست‌های زیادی میخواد، سفرهای زیادی نیاز هست که ما با روستایی‌ها و مسئولین می‌خوایم داشته باشیم. و در اینجا نیاز دونستیم که از شما دوستان می‌خوام این نظرسنجی رو داشته باشیم که به نظر شما رسیدن به اون نتیجه که اعلام شد و ایجاد چنین شبکه‌ای، ارزش این همه دوندگی، این ارزش این همه نشست با مسئولین و مردم، این همه سفر به روستاها، این همه پایش کردنها و این همه هزینه رو داره یا نه. ممنون میشم که شما دوستان بخواید نظرات ارزشمند خودتون از طریق فرم نظرسنجی که در زیر همین مطلب هست بخواید مطرح کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا با جمع‌بندی که از صحبت شما دوستان دارین بخواید بهتری تصمیم رو بگیریم.